صحبت‌های پیام دهکردی در مورد علت مهاجرتش به روستاهای لاهیجان و اینکه چی شد بازیگری رو برای همیشه کنار گذاشت و تصمیم گرفت به عنوان شاطر توی نونوایی کار کنه. با ما همراه باشید، صحبت‌هاش رو می‌شنوید. سلام به همراهان همیشه کانال زرد تیوی، خیلی خوش اومدید. خب پیام دهکردی بازیگر قدیمی سینما و تلویزیون که متولد سال 1356 توی شهر کرده. اون فوق لیسانس بازیگریش رو از دانشگاه تهران گرفته. این روزها یه ویدیوی ازش توی یه نونوایی توی روی یکی از روستاهای شهرستان لاهیجان خیلی وایرال شده که گویای اینه که این بازیگر بازیگری رو برای همیشه کنار گذاشته و مشغول شغل دیگه‌ای برای گذران امورات شده. پیام دهکردی میگه که حدوداً 5-6 ماهی هستش که بازیگری و فعالیت‌های هنریش رو به صورت کامل تعطیل کرده و تصمیم گرفته برای گذر اموراتش یه شغل جدید توی محل زندگی جدیدش دست و پا کنه. واسه همینم کلی تحقیق کرد و به خاطر علایقش تصمیم گرفت که یه نونوایی توی یکی از روستاهای شهرستان لاهیجان باز کنه. اون که خودش شاطر و نونوای اصلی این نونوایی هستش، خودش پشت تنور وای میسته و نون میپزه و به مردم میده. این نونوایی توی روستای کوره در توابع شهرستان لاهیجان هستش. پیام دهکردی در پاسخ به این سوال که چی شدش که تصمیم گرفتی شاطر بشی، اونم توی این روستا توی شهرستان لاهیجان، پاسخ داد 5-6 ماهی هستش که در حوزه سینما و تئاتر و تلویزیون فعالیت نمی کنم. تصمیم گرفتم در این مدت برای گذراندن زندگی سراغ کاری بروم که دوستش رو دارم. ما اینجا نون سالم تحویل مردم. پیام دهکردی میگه که روزگار اون رو به این سمت کشون و بعد از بیکاری طولانی مدتش توی فعالیت‌های هنری تصمیم گرفت که بره دوره ببینه و تحقیق بکنه و کلی کتاب و مقاله در موردش بخونه و این شغل نونوایی رو به صورت خیلی مدرن و جدید ایجاد بکنه. او میگه که ما توی نونواییمون نون سالم به مردم میدیم، هیچ افزودنی بهش نمیزنیم. اون گفتش که ما نونهامون رو با کمترین خمیر مایه و با انتظار زیاد تولید میکنیم. همین باعث میشه که شما هر چقدر از این نونها بخورید اصلا ترش نمیکنید. و برعکس اکثر نونوایی ها، ما هیچ افزودنی هم به نونهامون اضافه نمیکنیم. جوش شیرین و جوهر نمک و از اینجور چیزا اصلا توی نونهای ما وجود نداره. پیام دهکردی که در حال حاضر یه سریال توی نمایش خانگی به اسم سرگیجه رو در کنار هادی حجازی فر و حامد بهداد در حال پخش داره، مدت ها سریال شاخصی بازی نکرده. اون اوج شهرتش برمیگرده به سریال شهریار ساخته کمال تبریزی که توی اون چند تا نقش متفاوت رو ایفا کردش. حضور پررنگی هم توی سریال گاندو داشتش و توی تمام سریهاش به عنوان یکی از جاسوسهای سریال به اسم جیسون رضاییان حضور داشتش. پیام دهکردی توی سال 85 هم یه بیماری ناگهانی رو دچار شد. او با مراجعه به بیمارستان و بستری شدن، ابتدا پزشکان همه چیز رو به شوک و حمله عصبی ربط دادن. بعد از آزمایش‌های مختلف و بررسی شرایط بالینی از اون نمونه برداری مغز و استخوان صورت گرفت که به گفته خودش تایم خیلی دردناک و سختی بود. پزشکان بعد از بررسی به این نتیجه رسیدن که نوعی اختلال مغز استخوان در بدن او شکل گرفته. بعد از اون مقطعی رو در بیمارستان و مدتی هم در خانه بستری بودش. اما به گفته خودش خدا خیلی به او لطف داشت که این بیماری مهار شد و مشکلی براش ایجاد نشد. ممکن است تا سالها هم بدنش به این شکل بمونه و عوارض بیماریش دنبالش باشه. پیام دهکردی کودکی و نوجوانی خیلی سختی رو داشته و حتی توی تایم جوانیش هم بزرگترین دغدغش بیپولی بوده. از همون دوران بچگیش توی شهرستان شهر کرد تابستون‌ها به این شکل میگذشت که پدرش براش فرفره درست میکرد و اون با یه صندوق آدامس و شانسی باید در کوچه‌ها میچرخید و اجناسی که داشت رو به فروش میرسوند. بعد که یه ذره بزرگتر شد در ساندویچی پسر عمش مشغول به کار شد. بعدها هم در زمین های کشاورزی دایی و شوهر عمه هاش. خلاصه که نوجوانی و کودکی سختی رو داشت.
بعد که یه ذره بزرگتر شد اومد به اصفهان و شاگرد مرحوم ابراهیم کریمی شد. بعدم توی دانشگاه آزاد عراق رشته تئاتر قبول شد و لیسانسش رو عراق گرفت و فوق لیسانسش رو به تهران اومد. در کنار کلاس‌های دانشگاه در کلاس‌های استاد سمندریان هم شرکت می‌کرد و تمام این کارها رو باید با ماهی 11,000 تومان حقوقی که از کارهای مختلف داشت انجام می‌داد. تو همین سالها بودش که عاشق عارف لک بازیگر شاعر و نویسنده و مدرس صدا شد و با هم تصمیم گرفتن که ازدواج بکنن. ولی خب از طرفی تصمیم گرفتن که مراسم خیلی شلوغ پلوغی نگیرن و پول عروسیشون رو خرج زندگیشون بکنن. به گفته پیام دهکردی تو زمان ازدواجش خیلی رو پدرش کار کرد که مخارج عروسی رو پولش رو به خودش بده تا بتونه با اون پول یه کاری رو انجام بده. و به سختی پدرش رو راضی کرد و با اون پول و کلی قرض و بدهی تونست یه پیکان مدل 62 بگیر و توی تهران مسافرکشی انجام بده. اما پیام دهکردی چند سالی هستش که از تهران به شهرستان لاهیجان مهاجرت کرده. تو این شهرستان اولین کاری که کرد مؤسسه امید پیام دهکردی رو تأسیس کرد که توی اون به آموزش بازیگری و گفتار می‌پردازه. و مدرسای اصلی این آموزشگاه هم خودش و همسرش هستن. اون در مورد علت مهاجرتش به شهرستان لاهیجان گفت: بودنم در شهر تهران دیگر پیشرفتی برایم به همراه نداشت و برای اینکه به آدمی غرغرو و غیر پویا تبدیل نشم هجرتی آرام رو در پیش گرفتم. من در تهران احساس کردم که از خودم و خدای خودم در حال دور شدن هستم. آنقدر ازدحام بودش که باعث می شد نتوانم خودم رو پیدا بکنم و به خودم نزدیک بشم. احساس کردم باید هجرت بکنم. از اخلاقهای بد، رفتارهای بد، روحیات بد و فضای بد پیرامونم. احساس کردم نیاز دارم به خودم نزدیک بشم. ممکن است برای کسی تهران باعث بشه به خودش نزدیک بشه. اما برای من کاملا برعکس بود. بعد از بررسی‌های زیاد شهرستان لاهیجان رو برای هجرتم مناسب پیدا کردم. امیدوارم که این بازیگر خوب کشورمون همیشه سلامت باشه و هر تصمیمی برای آینده بازیگری و فعالیت هنریش میگیره تصمیمی باشه که حال دلش رو بهتر میکنه. حتما نظراتتون رو راجع به این تصمیم پیام دهکردی و این ویدیو برامون تو بخش کامنت ها بنویسید. یک دنیا هم سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوهایی که روی صفحه هست رو تماشا کنید.